سلام، خوش آمدید. امشب در صفحه 2 آخر هفته در بخش نخست نشست اوپک و اوپک پلاس بدون تاثیر ایران در مذاکرات. آیا عربستان و روسیه دارند ایران را از تصمیم سازی در بازار نفت حذف می‌کنند؟ و در بخش دوم که مفصل‌تر هم هست درباره وضعیت بازداشتی‌ها در پی اعتراضات اخیر در ایران. می‌پرسیم هزاران نفری که در شهرستان‌های مختلف در جستجوی نزدیکانشان هستند چه پاسخی از مسئولان گرفتند؟ اما نخست در وین اجلاس 2 روزه اوپک برپاست. این نشست بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان برگزار می شود. حملاتی که تولید این کشور را به نصف کاهش داده. ریاض مدت هاست که تلاش کرده کنترل بازار را از طریق همکاری با مسکو خارج از چارچوب اوپک در دست بگیرد و حالا باز هم از شرکایش در اوپک خواسته تولیدشان را 400,000 بشکه کمتر کنند. این در حالی است که صادرات ایران به کمترین حد رسیده و وزیر نفت ایران میگوید کشورهایی که به خاطر تحریم ایران تولیدشان را بالا بردند باید یادشان باشد که ایران به محض رفع تحریم‌ها با حداکثر تولید به بازار برمیگردد، یعنی تا حدود 3 میلیون بشکه. اما آیا این تنها یک بلوف است؟ آیا ایران در غیبت از بازار کماکان میتواند امیدوار باشد که برگردد و بازارش را پس بگیرد؟ یا روسیه و عربستان دارند مشتری‌های ایران را از آن خود میکنند و بازگشت به قبر را ناممکن؟ در این برنامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس. اما قبل از شروع بحث با آقای خاوند صحبتی داریم با همکارم بهرنگ تاجدین از محل اجلاس اوپک در وین. بهرنگ سلام، یه ذره به ما در مورد وضعیت حال حاضر بگو. اینها میخوان چه بکنن؟ روشن هست عربستان و روسیه. ببین، تو این نشست هم مثل هر نشست دیگه اوپک سوال اصلی اینه که چه اتفاقی درباره سقف تولید میفته. صحبت‌هایی که توی چند روز و شاید چند ساعت اخیر شنیدیم بحث اینه که احتمالاً کشورهای عضو اوپک بیان میزان سقف تولید نفت خامشون رو به میزان 400,000 بشکه در روز 400,000 بشکه دیگه در روز کاهش بدن و کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه هم شاید 100,000 بشکه به این اضافه کنن، حدوداً 500,000 بشکه سقف تولید در روز کاهش پیدا کنه. و دلیل اصلی این اتفاق این نیست که بخوان این کشورها تلاش کنن قیمت نفت رو تو بازارهای جهانی بالا ببرن، بلکه نگرانی از اینه که کشورهایی مثل آمریکا، نروژ و برزیل که نه عضو اوپکن، نه جزو این کشورهای غیر عضو اوپک که به هر حال توی چند سال اخیر به متحد اوپک تبدیل شدن، این کشورها دارن تولیدشون رو همچنان بالا میبرن. و اگر این اوپک و غیر عضو اوپک، یعنی این اوپک پلاس اصطلاحاً، اینها اگه تولیدشون رو پایین نیارن ممکنه باعث بشه که در ماه‌های آینده قیمت نفت روند نزولی در پیش بگیره. و به نقش ایران در این میانه چیه؟ میدونیم که تولید نفت و فروش نفت ایران الان خیلی کم شده. ببین، برای فهمیدن نقش و موقعیت فعلی ایران در اوپک بهتره از این شروع کنیم که اوپک چیه. اوپک اینه که یک سری از کشورهای صادرکننده نفت و تولید کننده نفت اومدن با همدیگه قرار گذاشتن که آره ماها میتونیم مثلا اینقدر نفت تولید کنیم، اما بیاین همه یه خورده از اون میزانی که میتونیم کمتر تولید کنیم، کمتر صادر کنیم که در واقع عرضه پایین بیاد در بازار جهانی که قیمت ثابت بمونه یا بالا بره. این یعنی اینکه عامل اصلی قدرت و چونه‌زنی در واقع سازمانی مثل اوپک میزان ظرفیت خالی صادرات شماست، نه فقط ظرفیت خالی تولید بلکه ظرفیت خالی صادرات. ایران الان حدود 2 میلیون بشکه در روز، یه خورده بیشتر از 2 میلیون بشکه در روز تصور میره که تولید داشته باشه، به خاطر اینکه صادراتش اومده پایین و حدود 2 میلیون بشکه در روز دیگه میتونه تولیدش رو بیشتر کنه، ولی فعلا در شرایط فعلی به خاطر تحریم‌های آمریکا و بقیه تحریم‌های بین‌المللی چون امکان صادرات رو نداره، نمیتونه از این ظرفیت خالی خودش به عنوان اهرم فشاری در اوپک استفاده کنه. یعنی از دور مذاکرات خارجه به نوعی. کشورهایی مثل عربستان که ظرفیت خالی دارن به نوعی، ببین به خاطر اینکه دست آخر اوپک از روزی که شکل گرفت، از 59 سال پیش 60 سال پیش تمام تصمیم‌هاش با اجماع گرفته می‌شد، یعنی کافی بود یکی از اعضای اوپک بگه نه. ولی وقتی که شما این قدرت تهدید رو ندارید که بگید که اگر که شما با نظر من موافقت نکنید من تولیدم و صادراتمو میبرم بالا و بهتون فشار میارم چون قیمت نفت میاد پایین، عملاً توان چونه زنی ندارید. در نتیجه توی 2-3 اجلاس اخیر اوپک مخصوصاً حرف اصلی ایران این بوده که ببینید من فعلاً توان افزایش صادراتم رو ندارم، فعلا توان استفاده از ظرفیت تولیدم رو ندارم، فقط به شما میگم که من درست صادراتم اومده پایین، اما اگر بتونم صادراتم رو ببرم بالا تا جایی که بتونم میبرم بالا. و با این وضعیتی که الان هست واقعا چه اونجا هستی تو، حرف‌ها رو میشنوی، دیپلمات‌ها رو میبینی، چقدر جدی میگیرن این حرفای ایران رو؟ به هر حال الان ظرف 10 سال اخیر ایران چندین یعنی دوره‌هایی داشته که اینطوری از بازار خارج شده، حالا یه بار برگشته دوباره خارج شده. چطور میبینن حرفای ایران رو؟ ببین به نظر میاد که ما یه چیز شبیه یه سناریوی تکراریه، یعنی هر بار ایران میاد این حرفا رو میزنه، هر بار هم ممکنه کشورهای دیگه حداقل پشت درهای بسته، چون هیچکی به خبرنگارا نمیگه که ما از ایران توقع داریم در آینده صادراتش رو بیاره پایین، مخصوصا در شرایط فعلی که میدونن فعلا امکان یه همچین اتفاقی خیلی کمه. در نتیجه این حرفا تکرار میشه و تا وقتی که تحریم‌های بین‌المللی برداشته نشه و ایران نتونه دوباره صادرات نفتش رو به صورت گسترده از سر بگیره، نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. آیا کشورهای دیگه قبول میکنن که یه مقداری تولیدشون رو کم کنن که جا برای ایران در بازار باز بشه، قیمت پایین نیاد، یا نه اونها اصرار میکنن که با همون میزانی که در مثلا آخرین اجلاس اوپک تصمیم گرفته شده که سهمیه تولیدشون باشه به همون ظرفیت تولید ادامه بدن. در نتیجه در شرایط فعلی نمیشه با اطمینان گفت که اگر ایران بتونه به نحوی از این تحریم‌های بین‌المللی، از سد تحریم‌ها عبور کنه، آیا بقیه کشورها با ایران همکاری میکنن یا نه. میتونید توقع داشته باشید که کشوری مثل عربستان مثلا ممکنه خیلی با ایران همکاری نکنه، ولی اتفاق جالب اینه که تو سالهای اخیر اون کشوری که کمتر از همه همکاری کرده با اوپک عراقه که داره تولید نفتش رو با حد اکثر سرعتی که میتونه میبره بالا و خیلی هم به مثلا سهمیه ها، به کاهش تولید، به مثلا تعهد کاهش تولید پایبند نبوده. متشکرم بهرنگ تاجدین، خبرنگار ما از محل نشست اوپک در وین با ما. اما فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، همراه ماست. آقای خاوند، قبلا هم چندین مطلب در مورد وضعیت اوپک و اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم نوشتن. آقای خاوند، ارزیابی شما چیه؟ آیا عربستان و روسیه دارند ایران رو به نوعی کاملا حذف میکنن؟ ببین، همونطور که خبرنگار شما در وین گفت، مسئله بزرگ در عرصه نفت قدرت تولید و ظرفیت خالی برای تولید. ایران یک زمانی 6 میلیون بشکه در روز تولید میکرد پیش از انقلاب، بعداً طی مدت طولانی دومین قدرت تولید کننده اوپک بود بعد از عربستان سعودی و در حال حاضر 5مین قدرت تولید کننده هست در اوپک، چون تولیدش در هولوحش 2 میلیون بشکه در روز نوسان میکنه و صادراتش بر اساس آخرین ارزیابی ها، خوشبینانه ترین ارزیابی میگه 500,000 بشکه در روز و ارزیابی هایی هست میگه حتی 300,000 بشکه در روز. در این شرایط با توجه به تحریم سنگینی که بر ایران سنگینی میکنه و همینطور با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران همکاری نمیکنن، ایران زیر تحریمه، در نتیجه دست ایران خالی هست و تا وقتی که ایران در چنین موقعیت ضعیفی باشه، طبعاً دیگر تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک ایران رو جدی نمی‌گیرند. در مورد غیر اوپک صحبت بکنیم، برای اینکه روسیه و عربستان به شدت به نظر میاد که در این قضیه به هم نزدیک شدن. بعد از اینکه عربستان تقریبا نیمی از تولیدش رو در آرامکو از دست داده، ولی هنوز به نظر میاد که با روسیه کاملا داره همسو حرکت میکنه و به نوعی بقیه اعضایی که همین حالا هم در اوپک تولید دارند در حاشیه هستند در این مذاکرات با روسیه، چه برسه به کشوری که اصلا تولید نمیکنه. آینده حضور ایران رو چطور میبینید در این بحث؟ ببینید، اولا در مورد اوپک و غیر اوپک باید گفت که ما شاهد یک تغییر عظیم هستیم در عرصه جهانی نفت. تا به حال اوپک تا مدت زیادی بعد از تأسیسش اوپک وزنه سنگینی بود در بازار جهانی نفت، ولی در حال حاضر 14 کشور عضو اوپک مجبورند با 10 کشور غیر عضو اوپک همکاری بکنند. اوپک زیر نظر ریاض، غیر اوپک زیر نظر روسیه، و این دوتا باید تعیین بکنند. ولی غیر از اینها بازیگران بزرگی وارد عرصه نفت شدن در جهان که مهمتر از همه ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر 17 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه. بعد همونطور که گفته شد برزیل هست، نروژ هست، کانادا هست، کشور کوچک گویانا در آمریکای جنوبی هست. نفت در بازار زیاده، عرضه زیاد، تقاضا اونقدر نیست، به خصوص از این لحاظ که وضعیت اقتصاد جهانی چندان درخشان نیست. در این شرایط نفت ایران چندان مهم نیست، حتی نفت ونزوئلا مهم نیست، نفت لیبی مهم نیست، تنش در خلیج فارس مهم نیست. در شرایط دیگری اینها میتوانست آتش به پا بکنه در بازار جهانی نفت و قیمت نفت رو تا حد بشکه‌ای $200 $300 بالا ببره. در حال حاضر این وضعیت حاکم نیست و به همین علت است که دامنه مانور ایران در صحنه جهانی نفت واقعا خیلی خیلی کمه، چون اون نیازی که قبلا بود به تولید کنندگانی مثل ایران در حال حاضر اون نیاز تا اندازه زیادی برطرف شده. دقیقاً سوال من برمیگرده به آینده، با توجه به اینکه شما میفرمایید که وضعیت در حال حاضر چنین هست، واقعاً چقدر برای ایران امیدواری وجود داره که در صورت رفع تحریم ها بتونه سهمش رو از بازار پس بگیره؟ میدونیم که به هر حال کشوری هست که به شدت به درآمد نفتی وابسته است و بدون نفت اقتصادش همونطور که الان در این روزهای تحریم میبینیم پیش نمیره. این بستگی داره به وضعیت آینده ایران، به خصوص در صحنه بین‌المللی و روابطش با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان. در حال مدت زیادی در شرایط تحریم ایران قادر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نبود. شرکت‌های بزرگ نفتی ایران رو ترک کردند و صادرات ایران هم به دلایل تحریم کم شده. بازپس گرفتن این بازارها کار آسانی نیست. گفته شد که حتی کشوری مثل عراق که میگن متحد ایرانه بسیاری از بازارهای ایران رو تصاحب کرده، روسیه هم همینطور، بقیه هم همینطور. در این شرایط ایران در موقعیت دشواری قرار داره. اگر در آینده روش ایران در عرصه بین‌المللی دگرگون بشه و این کشور بتواند تبدیل به یک کشور عادی بشه در صحنه بین‌المللی، طبعا میتواند موقعیت خودش رو بهتر بکنه. البته همونطور که عرض کردم پس گرفتن بازارها نیاز به زمان داره. ممنونم از شما فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی. آمار زد و نقیزی از شمار بازداشتی ها در زمان اعتراضات و همینطور روزهای بعد از آن به خبرگزاری ها میرسد. این بار که اعتراضات در قریب به اتفاق استانهای کشور اتفاق افتاده، بازداشتی ها هم به همان میزان در شهرها و استانهای مختلف پراکنده هستند، اما شمار بازداشت شدگان در استانهای غربی کشور بسیار بالا گزارش می شود. همانطور که از مقابل زندان اوین هم گزارش می رسد که روزانه دهها نفر به دنبال سرنخی از سرنوشت اعضای خانواده هایشان به آنجا مراجعه می کنند. بسیاری از کسانی که ناپدید شدند و تاکنون در بیمارستان ها و مراکز دیگر پیدا نشدند، احتمال داده می شود که در بازداشت هستند. مسئولان می گویند شمار بالایی از بازداشتی ها را آزاد کردند. سازمان عدالت برای ایران در حال جمع‌آوری داده ها برای رسیدن به آماری دقیق از شمار بازداشتی ها و شیوه های برخورد با آنان است. اینجا در استودیو شادی صدر از فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران با ماست و همینطور کریم دهیمی، فعال حقوق بشر از لندن که بیشتر درباره حقوق عرب‌های خوزستان فعالیت می‌کنند. ما در تلاش هستیم که با یک فعال حقوق بشر دیگه که در مورد مسائل کردها کار میکنند هم ارتباط بگیریم. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه ایشون رو هم روی خط خواهیم داشت. خانم صدر، اول ممکن است شما به ما بگید تصویری که شما میبینید چه آماری رو به دست میده؟ میدونم که آمار دقیق خیلی سخت هست دادنش. همونطور که شما گفتین ارائه آمار دقیق تقریبا غیر ممکنه به دلیل اینکه خانواده ها که اولین کسانی هستند که الان خیلی هاشون به دنبال سرنوشت فرزندانشون در جلوی زندان ها سرگردانن و خیلی هاشون میدونن که فرزندانشون در بازداشت هستن، به شدت تحت فشارن از طرف مقامات قضایی و امنیتی که هیچ اطلاع رسانی در این زمینه نکنن. اون چیزی که ما میتونیم به زرس قاطع بگیم همون آمار تقریبا نیمه رسمیه که بیش از 7000 نفر بازداشت شده هستند که از سوی برخی از مقامات اعلام شده و همیشه با توجه به چیزی که ما میدونیم از نحوه اعلام آمار توسط مقامات جمهوری اسلامی قطعا تعداد واقعی بسیار بیشتر از اینه. اون چیز مسئله اصلی، سوال اصلی این روزها اینه که اقلا چند صد نام از کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدن توسط سازمان‌های مختلف حقوق بشری جمع‌آوری شده، اما ما تقریباً چیزی نزدیک به صفر اطلاعات داریم در مورد بازداشت شده ها و از اون طرف گزارش هایی که به دست ما رسیده از به عنوان مثال یکی دو روز گذشته گزارش هایی که از جلوی زندان اوین در تهران به دست ما رسیده نشون میده که در عرض یک ساعت، فقط یک ساعت، تعداد زیادی خانواده اونجا سرگردون هستن، صدها نفر، و به دنبال اینن که یک سوال فقط بهشون جواب داده بشه که بچه‌شون آیا زنده است یا مرده. یعنی الان اصلا مسئله این خانواده ها این نیست که وضعیت بازداشتیشون چجوریه، دسترسی به وکیل داره، از حقوق اولیه‌اش برخورداره، اگه مجروحه آیا درمانی براش هست، ملاقات میتونن بدن، هیچ اینها مطرح نیست، زنده بودن یا نبودن. و همونطور که گفتین شما در مقدمتون، ما با یک وضعیت میانه مواجه هستیم، یعنی یک عده‌ای کشته شدن، یک عده‌ای قطعا در بازداشت به سر میرن، اما یک عده بسیار زیادی در این میان ناپدید شده هستند که وضعیت اونها به نظرم بسیار نگران‌کننده تره. شناختی که شما دارید، چرا مسئولانی که به هر حال افراد بازداشت کردن نمیگن که اینها رو بازداشت کردن؟ ببینید، به نظر من ما در یک وضعیت در مورد بازداشت شدگان در یک وضعیت آخرالزمانی کاملا به سر میبریم. یعنی تعداد کسانی که بازداشت شدن، پراکندگیشون در شهرهای مختلف اینقدر زیاده و این خانواده ها از اقشاری میان که خیلی تجربه برخورد ندارن با این موارد و از اون طرف هم همواره دولت جمهوری اسلامی سعی کرده در مورد موارد نقض حقوق بشری یا نگرانی های حقوق بشری خاک بپاشه به چهره حقیقت و سعی کنه که همه کسایی که یه جوری مطلع هستن رو به سکوت بکشه. برای همینه که بسیار مهمه که این خانواده ها تحت حمایت قرار بگیرن، روزنامه نگاران، وکلا، کسایی که میتونن تجربه دارن برن جلوی زندان ها و با اینها حرف بزنن. اصلا هیچ کاری از دستشون برنمیاد. خانم صدر، برای اینکه من همین امروز خودم سعی کردم با تعداد زیادی از کسانی که به هر حال معمولا فعال سیاسی هستن، روزنامه نگاران غیره، سعی کردم ارتباط بگیرم. نگرانی هست، ترس هست از موقعیت خودشون، به خاطر اینکه این افراد اغلب کسانی هستند که اگه فعال بودن در موقعیت‌های پیشین الان در خطر بازداشت هستن. حالا راجع به این صحبت می‌کنیم چون به هر حال اون برمیگرده به مرکز شهرها، مرکز استان‌ها و شهرهای بزرگ مثل تهران. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، هم به ما پیوستن. خوشایند میگم آقای کرمانشاهی، بذارید ازتون سوال بکنم که شما چه تصویری دارید از اون چه که در استان‌های کردنشین می‌گذره؟ طی 20 روز گذشته در واقع با شروع این اعتراضات مردمی، شهرهای کردنشین ایران مثل بیشتر در شهرهای کرمانشاه، سنندج، مریوان، جوانرود و بوکان و تعدادی از شهرهای دیگه مثل ایلام صحنه اعتراضات وسیعی بودند و به همین اندازه که صحنه اعتراضات وسیع بودند، بازداشت‌های گسترده‌ای هم صورت گرفت. افراد بسیار زیادی بازداشت شدند، تعداد بسیار زیادی کشته شدند. هنوز هیچ آمار دقیقی ما از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان نداریم متاسفانه، ولی حداقل در مورد بازداشت شدگان تخمین میزنیم که تعداد باید بسیار بیشتر از 1000 نفر باشه. حداقل ما در شبکه حقوق بشر کردستان طی روزهای اخیر تونستیم به 130 اس دست پیدا کنیم که اینها در بازداشت به سر میبرند. تعدادی رو منتشر کردیم، از اسامی رو، تعدادی رو بنابر خواست خانواده ها هنوز منتشر نکردیم و تعدادی هم چون که کودکان زیر 18 سال در بعضی از موارد 12 و 13 سال هستند، یک مقداری حساسیت داشتیم در مورد انتشار اسامیشون، ولی به هر حال در یک جمع‌بندی وضعیت در تمام ایران بسیار فاجعه آمیز بود در جریان این اعتراضات، از سرکوبی که از طرف حکومت شد، ولی در جاهایی مثل کردستان یا خوزستان این سرکوب، اون چیزی که ما می‌بینیم حداقل بعد از 20 روز می‌بینیم که یه شکل شدیدتری هم حتی داشته. اجازه بدید من آقای دهیمی رو وارد این بحث بکنم. آقای دهیمی، شما به ما یه تصویر بدید از اون چه که در خوزستان میگذره. به هر حال تصاویری که ما از خوزستان در مورد درگیری ها داریم در بعضی از شهرها مثل ماهشهر نشون میده که اعتراضات خیلی در بعضی از شهرهای خوزستان جدی بوده. آیا میشه اینو تعمیم داد به همه شهرها؟ ببینید، اعتراضات در کلا شهرهای عرب نشین در همون لحظات اولیه، یعنی از روز جمعه شروع شد. البته نه کلی شهرها، تقریبا همونطوری که خود نظام هم گفت 18 شهر تقریبا درگیر این اعتراضات بودند، بخصوص در اهواز، اطراف اهواز، یعنی حومه شهر اهواز مثل زرگان و خود شهر اهواز مثل کیانپارس، مناطق مثل مندلی، ملاشیه و همچنین محمره خرمشهر، فلاحی، شادگان، محشور. کلا اینا نقاطی که در آن تعداد زیادی کشته و تعداد بازداشت شدگان هم خیلی زیاده. طبق گفته استاندار شریعتی در همون سه روز اول که روز یکشنبه خودش اعلام کرد 180 نفر بازداشت شدند. در طبق گفته نیروی انتظامی سردار عباس زاده، ایشون گفته که 145 نفر همین دو روز پیش که اینا از اعضای مؤثر و وزارت اطلاعات گفت 80 نفر یا 79 نفر از افراد مؤثر. بنابراین آمار که اینا دارن میدن آماری است که نزدیک 400 نفر، اما طبق منابعی که ما داریم، منابع حقوق بشر، حدود 800 نفر در این شهرها بازداشت شدند و بازداشت همچنان ادامه داره. این رو اضافه بکنم، در روز اول نزدیک 120 نفر رو آزاد کردن در کوت عبدالله و در خود شهر فلاحی یا شادگان. در واقع وضعیت بازداشت شدگان تا الان معلوم نیست. تعدادی از اونهایی که در بیمارستان ها مجروح بودن اونها رو بازداشت کردن، تا الان نمیدونن که فرزند خانواده هاشون آیا بچه هاشون زنده هستن یا نه، وضعیت از سرنوشت اونها اطلاعی ندارن. و همچنین این رو باید اضافه بکنم که هم ناحیه امام علی سپاه و هم قرارگاه ابوالفضل که تابع اطلاعات سپاه، اینها تا الان در واقع اون اطلاعات کافی رو موقعی که خانواده ها مراجعه میکنن در مورد سرنوشت فرزندانشون، بخصوص مسئله کشتار محشور که اونجا در اون نیزار بعضیا رو مجروح و بعضیا رو بازداشت کردن، تا الان خانواده ها نمیدونن آیا این فرزندان آنها جزء کشته شدگان، جزء زخمی ها، جزء فرزند بازداشت شدگان هستند. تا الان مشخص نیست. یعنی در ماهشهر هست اون چیزی که برای بقیه به اسم ماهشهر بیشتر میشناسن. من میخوام یه مقدار از شما آقای دهیمی راجع به، میدونم که شما فعال حقوق عرب های کردستان هستین، در مورد اونها بیشتر میدونید، اما میدونیم که در این اعتراضات بخش های دیگه از در واقع ساکنان اون منطقه هم بودن در اعتراض و اونها هم بازداشت شدن از لورها، از فارسها. آیا روشن هست که آیا از اونها هم خبر دارید؟ آیا میدونید که چطور برخورد شده با اونها؟ ببینید، در بهبهان نزدیک 150 نفر بازداشت شدن و سرنوشت اونها مانند بقیه بازداشت شدگانی که من در مورد اونها صحبت کردم و 7 نفر که جان خودشون رو از دست دادن. همچنین در خود اندیمشک 9 نفر کشته شدن و تا الان وضعیتشون متاسفانه حتی برای سازمان حقوق بشری هم مشخص نیست و 60 نفر بازداشت شدن. در واقع این مسیر دسفول اندیمشک، اونجا احتراز کردن، مردم اونجا جاده ها رو بستن، تعداد زیادی رو هم مجروح کردن و خیلی ها رو، اون آماری که به من داده شد 60 نفر در واقع بازداشت هستند. این رو اضافه بکنم که نکته بسیار مهم، نزدیک 200 اتوبوس از بازداشت شدگان کل منطقه، کل استان به مناطق دیگه طبق خبری که بهم داده شد به یزد منتقل شدن. اما آیا به شهرهای دیگه ممکنه یا به استانهای دیگه منتقل شدن، احتمالش خیلی زیاده. آقای کرمانشاهی، چه اطلاعی دارید از اینکه اتهام این افراد چی بوده؟ کسایی که بازداشت کردن آیا میدونیم چه اتهامی داشتن؟ ببینید، یک مسئله که بسیار مهمه در این وضعیت خاص بهش توجه داشته باشیم. اتهام‌ها خیلی به صورت کلی مطرح میشه، یعنی اتهاماتی است که حالا تحت اون عناوینی که در ادبیات حکومتی هستش تکرار میشه در مورد افراد، ولی از اون جایی که ما متاسفانه به دلایل متعددی که از جمله ترس خانواده‌ها یا حتی بیخبری خود خانواده ها از بازداشتی ها به دلیل اینکه انقدر تعداد نهادهای بازداشت کننده طی روزهای اخیر و در جریان اعتراضات زیاد بوده، از نیروهای انتظامی گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه تا خود اداره اطلاعات و حتی نهادهای غیرقانونی دیگه، خیلی از خانواده ها هنوز نمیدونن که توسط کدوم نهاد افراد خانوادهشون بازداشت شده که بخوان پیگیری بکنن که اتهامشون چی هستش. ولی طبق اطلاعاتی که ما از طریق کسانی به دست آوردیم که آزاد شدن طی روزهای اخیر، بسیار افراد بازداشت شده تحت فشارهای بسیار شدیدی هستند برای اعتراف به اتهاماتی که حکومت تحت عنوان اغتشاشگر، برهمزننده امنیت ملی، تخریب اموال عمومی و اینکه به خصوص در مناطق کردنشین در کردستان این ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد یکی از اتهاماتی است که همیشه مطرح میشه علیه فعالان سیاسی. و در این جریان اعتراضات هم همون روزهای اول استاندار کرمانشاه چند نفر از یک تعدادی از این احزاب رو عامل این اعتراضات در استان کرمانشاه دونست و حتی در اولین اعترافات تلویزیونی هم که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، زنی که ادعا میشد زن کردی هستش که با احزاب اپوزیسیون کرد در ارتباط هستش، اسم سلیمانیه رو مشخصا آوردن که مقر تعدادی از این احزاب اپوزیسیون کرد هستش. یعنی علاوه بر اتهاماتی که عمومی هستش در الان ایران علیه این افراد، یک سری اتهاماتی هم هست که معمولا در علیه کردها، عربها، بلوچها مرتبا تکرار میشه بدون توجه به اینکه واقعیت داشته باشن یا خیر. خانم صدر، چقدر اهمیت داره این موضوع در مورد اتهام ها؟ چون ما میدونیم که به هر حال بعضی از اتهام ها تا حد اعدام ممکنه که برای کسانی که متهم هستند پیش بره. دقیقاً همونطور که اشاره شد، اتهاماتی که این روزها ما میشنویم از سوی مقامات مختلف که به کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن به تحت عنوان اغتشاشگر میزنن، اتهامات بسیار سنگینه که در قانون مجازات اسلامی بسیاری از اونها میتونه حکم اعدام یا حبس ابد داشته باشه، یعنی به عنوان محاربه و افساد فی الارض و مصادیق مختلفش مطرح میشه. و اشاره کردن آقای کرمانشاهی به مسئله اعترافات تلویزیونی. ببینید این فشار خیلی زیاد و شکنجه‌ای که زندانی‌ها احتمالاً الان دارن تجربه می‌کنن به دلیل اینکه ما می‌دونیم از موارد قبلی تحت فشار اعتراف اجباری کردن و آزاد شدن و گفتن چقدر شکنجه کردن، نمونهش مازیار ابراهیمی که در BBC بارها بهش پرداخته شد. این فشار بسیار زیاد به دلیل اینه که مدارک و اسناد برای دادگاه‌های بعدی فراهم بشه. این دادگاه‌هایی که ما قطعا شاهد خواهیم بود تو ماهای آینده به اتهامات این کسایی که در اعتراضات دستگیر شدن رسیدگی خواهند کرد با عنوان محاربه، افساد فی الارض و جدایی طلبی، عملیات تروریستی، خرابکاری و همه اینها، به جز صحبت‌های و اعترافات کسانی که تحت فشار ازشون اعترافات گرفته شده مدرک دیگه‌ای در اغلب موارد وجود نداره. این مدارک هست به علاوه تصاویری که از دوربین‌های ترافیکی گرفته شده که شاید شرکت کردن اون افراد رو در اعتراضات نشون میده. به نظر میرسه که فشار برای اعترافات تلویزیونی از یه طرف برای اینه که برای جو کلی رو ایجاد رو به وحشت در مردم بکنه و جو کلی رو علیه معترضان بکنه، اونها رو به عنوان لات یا اغتشاشگر یا کسایی که خرابکارن معرفی کنه، و از طرفی هم برای دادگاه‌های انقلاب مدرک و سند جور کنه. درست به همین دلیله که اطلاع رسانی الان در مورد زندانیان مهمه. خانواده‌ها باید بدونن که عزیزانشون همین الان چطوری باید اطلاع رسانی بکنن؟ چه راههایی هست؟ به نظر من راههای خیلی زیادی هست. یعنی ما در عصر مثلا در سال 67 وقتی که زندانیان زیادی رو اعدام کردن، ما نه اینترنت وجود داشت، نه این همه رسانه خارج از کشور، نه این همه سازمان حقوق بشری معتبر وجود داشت. الان بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری معتبر بارها از جمله عفو بین‌الملل فراخوان دادن، گفتن که اطلاعاتتون رو بفرستین. ما خودمون در عدالت برای ایران آمادگی کامل داریم که مشاوره حقوقی بدیم به خانواده‌ها و به اونها راهنمایی کنیم که حقوقشون چیه، چگونه میتونن وضعیت زندانی رو پیگیری کنن. همینطور در مورد کسانی که ناپدید شدن، گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل آمادگی داره و ما باهاش ارتباط بسیار خوبی داریم که بلا فاصله که اطلاعات میرسه راجع به ناپدید شده در عرض کمتر از 24 ساعت با وزیر خارجه ایران تماس میگیرن در مورد افراد خاص. یعنی اگه مقامات قضایی یا امنیتی جوابتون رو نمیدن جلوی زندان‌ها، راه‌های دیگه‌ای هست برای اینکه فشار بیاد به جمهوری اسلامی برای اینکه اطلاعات اون شخص ناپدید شده رو به خانواده بده. آقای دایمی، ما می‌دونیم که به هر حال صحبتی که این روزها شنیدیم از مقامات ایران این هست که در بعضی از مناطق خوزستان افراد مسلحی حضور داشتند که اونها میگن اینها از طریق نیروهای خارجی مسلح شده بودند. شما چه شنیدید از اون چه که در خوزستان اتفاق افتاده؟ آیا درگیری ها دو جانبه بوده؟ چطور درگیری ها شکل گرفته؟ ممکنه یه مقدار بیشتر به ما بگید؟ موضوعی که در واقع فقط توجیه میکنن جهت همونطوری که دوستان اشاره کردن برای پرونده‌سازی و اتهام محترزین، اینها سعی میکنن یه توجیهی برای این بازداشتی ها و در واقع کشتاری که انجام شده در مناطق مرزی و به خصوص در مناطق ما، مسئله وجود سلاح نیمه اتوماتیک و یا چه کلاش یا چه کلت، این چیز طبیعیه در فرهنگ مردم، در سید، در نمیدونم اعیاد، جشن، مراسم فاتحه این تیراندازی میکنن. یعنی خود نظام هم میدونه. علاوه بر این فرماندهان سپاه خودشون هم اونجا کار خرید و فروش اسلحه رو همین سال 79 سه چهار تا از فرماندهان پادگان ها رو گرفتن که نزدیک 3500 قبضه کلاشینکوف رو فروختن به مردم و از این راه چیز میکنن. بنابراین هست، سلاح هست. اما مسئله احترازات، به خصوص اون قضیه‌ای که اینا اشاره میکنن در مورد محشور یا ماشه یا همون نیزار جراحی، این موقعی که مردم رو محاصره میکنن و به در واقع نیزار پناه میبرن، کسی که تیراندازی کرده خود نیروهای سپاهه، نیروهای نپوه هم با آنها بودن، در واقع با دوشگاه هم تیراندازی کردن. بعد مردم تقریبا ساعت 10:30 طبق اون اطلاع دقیق که من دارم از 10:30 صبح تا ساعت 2:30 ظهر اینا به طرف این نیزار تیراندازی میکردن و محاصرش کردن. مردم میگن این ادعایی که در واقع صحبتی که مطرح شده از طرف کسانی که اونجا در واقع از سپاه یا نیروهای دیگه بودن، میگن از طرف نیزار به اونها شلیک شده و اونها از خودشون دفاع کردن. در واقع میگن کسانی در اون نیزار بودن که شروع کردند این رو. اون چی که شما شنیدید چیه؟ امروز خبرگزاری مهر این رو تکذیب کرد. گفت که اصلا کسی وارد نیزار نمیتونه وارد نیزار بشه. تیراندازی از بالای ساختمان بود. این ببینید، این در واقع فقط جهت توجیه کشتن مردمه. اصل قضیه اینه که مردم موقعی که محاصره میشن داخل نیزار، این نیزار قشنگ پشت شهرکه، وارد خیابونای شهر میشن، نیروهای سپاه از طرف دیگه وارد شهر میشن و دوباره اینجا اونا وارد نیزار میشن و در واقع الان اگر کسی داخل اون هور یا در واقع نیزار شکار میکنه، فرزن اون تفنگ شکار داشته باشه و تیراندازی کرده، این قابل قبوله. چرا؟ چون که مردم سلاح دارن. موقعی که شخص داره خودش با دوشکا به طرف مردم تیراندازی میکنه، حتما چین موارد رخ میده. ولی ما تا جایی که اطلاع داریم و از منابع و از خود شهروندان اون منطقه، بله، هیچ کسی داخل اون نیزار مسلح نبود. من میخوام یه مقدار، برای اینکه به هر حال این بحثی هست که خیلی ها نگرانش هستن، یعنی میگن که ممکن هست که بخش‌هایی از مردم عرب در منطقه خوزستان به خاطر نارضایتی که به هر حال ممکن است از تهران داشته باشن، از شیوه حکومت جمهوری اسلامی داشته باشن، ممکن هست که جذب گروه‌های بشن که مثلا از طریق دشمنان ایران در منطقه تغذیه میشن. شما چنین چیزی رو میبینید، چنین تصویری رو میبینید در اون منطقه، اینکه مثلا گروه‌های قابل توجهی از مردم عرب منطقه به سمت این گروه‌های، در واقع به سمت این کشورهایی که به هر حال پول دارن، میتونن هزینه بکنن، در اون منطقه کشیده شده باشن؟ ببینید اتهامی که قبلا زمانی که عراق بود گفتن این صدام حسین یه سری گروهایی رو چیز میکنه، پشتیبان میکنه داخل این شهرها. الان هم میگن کشورهای خلیج و نمیدونم عربستان و اسرائیل و آمریکا. این فقط اتهامه. یه نکته رو من اشاره میکنم که در همین مورد ببینید، در همین جایی که اینا دارن مردم رو متهم میکنن به حمل سلاح و تیراندازی، 23 شرکت پتروشیمی هست، 56 اسکله اونجا هست، 80% کالاهای اساسی که وارد ایران میشه از اون منطقه است، 40% بارگیری و تخلیه از اونجا هست. اما مردم این مناطق پابرهنه و با اونها با تبعیض برخورد میکنن. بنابراین اگر چنین حالتی وجود داره، چنین وضعیتی وجود داره، آقایون میخوان مردم با گل با اونها برخورد میکنن یا پیش اونها برن، حتما یه سنگی رو میاندازه. بعد مسئله تجزیه طلبی و مسئله این، اگر قرار باشه گروهایی وجود داره، بله ما سازمانهایی داریم در خارج، در داخل، و دارن اعلان میکنن و عمل هم میکنن، و اگر کاری رو انجام میده هم خودشون میگن که ما این کار کردیم. اما این قضیه معلوم و مشخصه که آقایون قیمت بنزین رو افزایش دادن، مردم اعتراض کردن، مردم هم فرصت رو دیدن که مطالبات خودشون رو نشون بدن و اینجا ابراز بکنن. تنها راهی هم که دارن این راههای اساسی که واقعا اونجا منطقه حساسیه از نظر اقتصادی، بیان راههای اصلی و جاده ها رو قطع بکنن. کل بله. آقای کرمانشاهی، شما با منطقه که صحبت میکنین، با کسانی که در منطقه در واقع مناطق کردنشین هستن، در استان کرمانشاه، در کردستان ایران، در جاهای مختلف، شما چه تصویری میگیرید از این که اینها الان وقتی که مراجعه میکنند به جاهایی که احساس میکنند باید در واقع نزدیکانشون اونجا باشن، چه پاسخهایی میگیرند؟ ممکنه یه تصویری به ما بدید از این که اونجا چی میگذره در مقابل بازداشتگاه‌ها؟ ببینید ارتباطاتی که ما داریم، خب خیلی از خانواده ها، من قبلا هم گفتم، خیلی سرگردان بودن، به خصوص در روزهای اول به دنبال فرزندانشون. یک از اونجایی که یک تعداد قابل توجهی از افرادی که بازداشت شدن، من آخرین خبری که دارم حداقل در یکی از شهرک‌های نزدیک مریوان به اسم کاندینا حداقل 20 نفر دانش آموز زیر 18 سال بازداشت شدن. یک تعدادی از این افرادی که بازداشت شدن زخمی هستن، یعنی نگرانی خانواده‌ها در مورد کودکانشون، در مورد افراد زخمی که تحت درمان مناسب قرار نمی‌گیرن در دوران بازداشت، طبیعتاً بسیار بیشتر هستش. پیگیری‌هایی که تا الان صورت گرفته از طرف خانواده‌ها معمولاً نتیجه مشخصی نداشته. خب یک سری از افراد آزاد شدن با وثیقه و حتی با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت از طرف خانواده‌ها و با گرفتن تعهد از خود افراد و خانواده‌ها مبنی بر عدم اطلاع رسانی. و خیلی از خانواده‌ها که هنوز اعضای خانواده‌شون آزاد نشدن هم مجبور به سکوت شدن، توضیح نمیدن. ما در گفتگوهایی که داریم معمولاً از طریق واسطه‌هایی که هست مطلع میشیم از جریان که روندی که در مورد افراد بازداشت شده میگذره. و یک نکته هم که بسیار مهم هستش این مسئله است که طی روزهای اخیر، یعنی بعد از اینکه این اعتراضات به یک شکلی در خیابان‌ها تمام شد، یک تعداد بسیار زیادی از افراد و فعالان کردی که احتمال داده میشد که این افراد زبان گویای بازداشت شدگان و کشته شدگان باشند، اینا احضار شدن به نهادهای امنیتی و شدیداً تهدید شدن و تعدادی از این افراد بازداشت شدن. نمونهش خانم فرشته چراغی در سرپل ذهاب، ایشون برای 3 روز بازداشت شدن و با این تعهد آزاد شدن که هیچ گونه اطلاع رسانی در این حوزه نداشته باشند. و همه این دلایل، یعنی همه این صحبتایی که کردم، باعث میشه که یک مقداری ما دور باشیم از روایت مستقیم خانواده ها و تجربه‌ای که اونها در این روزها دارن، ولی مطمئنا میتونیم بگیم که شرایط بسیار پیچیده هستش و خانواده ها متاسفانه یک امکان مستقیمی ندارن برای دسترسی به فرزندانشون در خیلی از مسائل. شما میدونم که به هر حال وقتی که میخواین اطلاعات جمع بکنین معمولا روی این منابع خبری، منابعی که در داخل ایران کار میکردند حساب میکردید. الان بس چطور هست؟ آیا میتونن افراد برن و خبر بگیرن به شما برسونن؟ ببینید یه نکته که نباید فراموش کنیم اینه که با وجود تمام فشاری که رو خانواده‌های کشته شده ها، بازداشت شده ها و ناپدید شده ها هست، هنوز هستن کسانی از اعضای این خانواده ها که شجاعت دارن که بیان و صدای عزیزانشون باشن که یا در بند هستن و یا کشته شدن و این بسیار مهمه. اگه من و شما امروز اینجا نشستیم و داریم صحبت می‌کنیم راجع به وضعیت بازداشت شده ها، به مدیون اون اطلاعات اندکی هستیم که دست ما رسیده و برای همین خانواده ها باید اینو بدونن که بسیار مهمه که صحبت کنن، نه فقط برای خودشون یا بچه خودشون، بلکه برای بچه‌های دیگران، نه فقط برای بچه‌ای که از دست دادن، بلکه برای بچه‌های دیگرانی که الان ممکنه زیر شکنجه باشن و 2 روز دیگه جنازه‌شون رو تحویل خانواده بدن. و از اون طرف برای جامعه هم بسیار مهمه که بدونه که این خانواده ها الان تنها ترین آدم‌های این سرزمینن، دم زندان‌ها سرگردونن، نمیدونن بچه‌شون زنده است یا مرده و همین که فقط برن اونجا آدم‌های عادی، لازم نیست فعال حقوق بشر باشن. الان با وجود شبکه‌های اجتماعی هر کسی یه حساب اینستاگرام داره، هر کی میتونه یه عکس بذاره یا میتونه یه جمله بنویسه. خود خانواده‌ها همینطور، خود کسایی که مطلعن، بعد در شهرهای کوچیک به مراتب، یعنی ما حداقل به عنوان سازمان حقوق بشری اطلاعات راحت‌تری از شهرهای کوچیک به دست میاریم، به دلیل اینکه فامیل‌های مختلف همدیگه رو میشناسن، وضعیت هم با خبرن و یه دفعه اطلاعاتی راجع به یه کشته شده یا بازداشتی میدن که مثلا در محلشون بوده و به همین دلیل تو اون شهرها هم بسیار مهمه که این خانواده ها ببینن که تنها نموندن. هزینه نگه داشتن این آدم ها رو زیر شکنجه و در بازداشت برای مقامات جمهوری اسلامی باید بالا ببریم با حمایت در بازداشت. شما میخوام یه مقدار بیشتر باز بکنیم که اینا از کجا بازداشت هستن، چون ظرف روزهای اخیر ما اطلاعاتی رو داریم از زندانی ها میگیریم. یعنی مثلا شبکه دراویش گنابادی که زندان بودن، نه تعدادشون هم میدونیم قابل توجه، بعد از اون اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاد تعداد زیادشون در زندان هستن و اینها مثلا از زندان فشافویه خبر دادن که تعداد قابل توجهی به اینجا اومدن. میدونیم که مثلا نرگس محمدی در مورد یک مورد گفته. چطور هست واقعا اینها رو دارن منتقل میکنن به همون زندان‌ها یا آیا میدونیم که خبری، چون نگرانی عمده است در مورد مثلا یک کهریزک دوباره روشن هست که اینا رو کجا میبرن؟ دقیقاً به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. ببینید تا قبل از قضیه اعتراضات هم زندان‌های ایران بیش از ظرفیت مجازشون زندانی توش بوده، چه زندان‌های عادی و چه زندان‌هایی که بازداشت شده‌ها یا محکومین سیاسی رو نگه می‌داشتن. در حال حاضر ما با هزاران بازداشته جدید مواجه هستیم که قطعاً می‌دونیم حداقل این هستش که در زندان‌های مختلف تا جایی که ممکنه جا دادن و می‌دونیم که الان این زندان‌ها لبریزه. همین خودش اساساً نگرانی رو در مورد وضعیت زندانی‌ها به خصوص اونایی که مجروح هستن و آسیب دیدن بیشتر می‌کنه. اما از اون طرف ما در این مورد خاص با بازداشتگاه‌های زیادی در سراسر ایران مواجه هستیم که لزوما در فهرست زندان‌های رسمی نیستن. از به نظر من جوری که من دارم می‌بینم و جوری که گزارش‌ها میرسه از تمامی ظرفیت‌های نگهداری برای زندانیان در حال حاضر استفاده شده. یکی از دلایلی که بسیار فشار هستش که این زندانی‌ها اعتراف بکنن و با وثیقه یا با یه مبلغ پول آزاد بشن، به نظر من اینه که اساساً جایی برای نگهداریشون وجود نداره، ضمن اینکه بازداشتی‌های جدیدی داره افزایش پیدا میکنه. برای همینه که اتفاقاً اطلاع رسانی راجع به این مراکز مخفی‌تر یا غیر اعلام شده و غیر رسمی‌تر بازداشتگاه‌های بسیار مهم‌تره، چون همونطور که گفتین در زندان‌های بزرگ مثل فشافویه، مثل اوین یا زندان‌های مراکز استان‌ها بالاخره کسانی هستن از زندانی‌های عادی یا سیاسی که یه مقدار اطلاع رسانی بکنن، وضعیت رو بگن. ما مواجه هستیم با نگرانی در مورد وضعیت زندانیانی که در بازداشتگاه‌های مخفی یا نیمه مخفی در حال حاضر هستن. بنابراین خیلی مهمه که هر کسی راجع به این موضوعات اطلاعات داره و به خصوص راجع به اینکه چه نهادهایی مسئولن، چون سازمان زندان‌ها مشخصه وضعیتش، ولی ما نمی‌دونیم چند تا بازداشتگاه ناجا یا اطلاعات ناجا یا اطلاعات سپاه یا خود وزارت اطلاعات هست که الان زندانی‌ها توش نگهداری میشن. چه کسانی مسئولن؟ یکی از کارهایی که ما و برخی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه داریم می‌کنیم اینه که اطلاعات مربوط به مسئولان این فجایع و این وقایع نقض حقوق بشر رو جمع‌آوری کنیم. بنابراین اونها هم بسیار مهمه در پیگیری‌های بعدی. اگه خانواده‌ها بخوان چه در مراجع داخلی چه مراجع بین‌المللی پیگیری کنن، مهمه بدونیم چه نهادهای مسئول کشته شدن، ناپدید شدن یا بازداشت شدن و شکنجه زندانیان. راجع به این پیگیری در نهادهای بین‌المللی باز دیدم که یک خبری هست در مورد اینکه یکی از کسانی که بیرون از ایران فعالیت‌های می‌کنه در وکیل هست و در این زمینه تخصص داره گفته میخوایم شکایتی بکنیم به دادگاه بین‌المللی لاهه از علیه لیلا ضیغمی فکر می‌کنم اسمشون واسقی ببخشید لیلا واسقی، کسی که به هر حال فرماندار منطقه شهر قدس که گفته بود که خودم دستور شلیک دادم. آیا چنین پیگیری‌هایی خارج از ایران ممکنه؟ ببینید در این مورد خاص، در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری در مستقر در شهر لاهه، متاسفانه برخلاف اخباری که اعلام شده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رو به معروف به اساسنامه روم امضا نکرده، این دیوان هیچ صلاحیتی نسبت به رسیدگی به جنایات یا جرائمی که توسط مسئولان جمهوری اسلامی انجام میشه در حال حاضر نداره. تنها راه حل برای ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی کیفری اینه که از طریق شورای امنیت این پرونده ارجاع بشه، که با وجود روسیه و چین در شورای امنیت که قطعا این رو به تو خواهند کرد، همونطور که در مورد سوریه که این غیر ممکنه. اما راه‌های دیگه‌ای هست، همونطور که گفتم نهادهای مختلفی در سازمان ملل هست، مکانیزم‌های حقوق بشری مثل تحریم‌های حقوق بشری هست، همینطور به عنوان مثال در مورد شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی که در سرکوب دخیل بودن، چه از طریق همین دوربین‌های مداربسته، چه از طریق قطع اینترنت، راه‌های بسیار خوبی در کشورهای مختلفی که شرکای تجاری این شرکت‌ها در ایران هستن هست که بشه اونها رو پاسخگو کرد. بنابراین بسیار مهمه که اطلاعات و اسناد راجع به کسایی که مسئول بودن، شرکت‌ها و نهادهایی که مسئول بودن در حال حاضر جمع بشه تا راه حل‌های واقعی به مردم بدیم بدون اینکه امید واهی ایجاد کنیم. آقای دهیمی، صحبت‌های خانم صدر هم اشاره داشت به اینکه ادامه بازداشت‌ها، آیا بر اساس اخباری که شما دارید در مناطق مختلف خوزستان بازداشت‌ها ادامه داره و اگر ادامه داره چه جور افرادی بازداشت شدن؟ ببینید الان بازداشت در واقع در همون روزای اول اینا جهت پیشگیری آمدن، اونایی که پرونده دارن، اونایی که سابقه بازداشت یا حبس دارن در مورد مسائل سیاسی یا غیره یا فرهنگی، اینا رو بازداشت کردن. بعد اونایی که فرزن اتهام‌هایی که مذهبی دارن، اهل سنت رو هم بازداشت کردن. الان از طریق اون دوربین هایی که در بعضی از مغازه ها در خیابون ها گذاشتن، بعضی از اشخاص رو تشخیص کردن در اون مناطق و دارن هی بازداشت میکنن. تا دیشب فرزن ما در خود اهواز در کوت عبدالله نزدیک 12 نفر رو بازداشت کردن. این ظاهرا بازداشت ها هی ادامه داره. در خود اطراف اهواز یه منطقه به نام کوی مندلی 10 نفر رو بازداشت کردن. اینا اومدن استفاده کردن همون سیستم مدار بسته دوربین ها و حتی بعضی از خونه ها وارد منازل شدن، اونایی که میدونن دوربین گذاشته رو هم بردن، حتی اونایی که فرضاً خود برای خودشون دوربین گذاشتن، بنابراین یا همون CCTV. بنابراین بازداشت ها هی ادامه داره و بعضی از جوانایی که فرزن مجروح شدن، یعنی اون جراحاتشون خیلی خفیف بوده در اون ابتدا و الان وضعیتشون وخیم شده و به بیمارستان مراجعه میکنن، باز هم دارن بازداشت میکنن. بنابراین مسئله بازداشت ها هی ادامه داره. بعد بگم که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران هم اعلام کرده بود که بازداشت معترضان ادامه داشته و مثلا 30 متهم جدید در روزهای اخیر یعنی به نظر میاد که بازداشت‌های پیشگیرانه اونطور که اسمش رو میگذارن. آقای کرمانشاهی، در مورد وضعیت منطقه‌ای که شما روش کار میکنید یه مقدار بیشتر به ما بگید. آیا ما مشخص هست که کدوم بخش داره بیشتر بازداشت‌ها رو اعمال میکنه؟ گفتید نهادهای مختلف درگیر هستن. آیا شما تصویری دارید از اینکه مثلا وزارت اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضاییه است، آیا اصلا میشه با اینها رو هم در شهرستان‌ها تفکیک کرد؟ در واقع همه اینها با هم دارن کار میکنن، هرچند به صورت موازی، یعنی اگر هم حتی هماهنگی بینشون وجود نداشته باشه، ولی همه اینها از تمام توانایی ها و امکانات خودشون دارن استفاده میکنن. تمام نهادهایی که گفتین، اطلاعاتی وابسته به سپاه، اداره اطلاعات یا نیروی انتظامی، در ادامه صحبت هایی که الان شد با 2 مهمان دیگه، من باید بگم در کرمانشاه خبری که به ما رسید به عنوان مثال استفاده از همین دوربین هایی هستش که در سطح شهر هاست و مراجعه میکنن ماموران امنیتی به خانه ها. حتی در یک محله در کرمانشاه که یکی از مراکز اصلی تظاهرات بود به اسم کرناچی و حتی گفته میشه که یک شب کنترل شهرک به دست مردم بوده، نهادهای امنیتی دارن میرن افراد رو از طریق اون فیلم ها شناسایی میکنن، میپرسن از همسایه‌ها که آیا چنین شخصی رو میشناسید یا خیر و تداوم بازداشت هاست. و این که در مورد بازم برگردیم به نهادهای بازداشت کننده، خب سپاه در مناطق کردنشین یک قدرت بسیار زیاد و عجیب و غریبی داره در مقایسه با نهادهای دیگر، ولی به هر حال در کنارش اداره اطلاعات هم هست و در جریان این اعتراضات نیروی انتظامی هم خب یک بخش جدی از ماجرا بود و همه اینا همونطور که گفتم دارن به صورت موازی با استفاده از تمام امکانات اقدام به بازداشت، احضار، تهدید افراد میکنن. در مورد اعترافات تلویزیونی خانم سعد، با توجه به اینکه هم آقای روحانی گفته هم آقای رحمانی فضلی گفته و به نظر میاد که اون قبح موضوع که زمانی به نظر میاد که داره جا میفته که این کار درستی نیست، دوباره برگشتیم به همون سیستم پیشین، فکر میکنید که چرا انقدر اصرار دارن که این اعترافات از تلویزیون پخش بشه به این شکل؟ بله، همونطور که گفتین تحقیقات ما هم راجع به اعترافات اجباری همینطور نشون و تلویزیون پخش اونها نشون میده که اگرچه گرفتن اخذ اعترافات در مقابل دوربین همیشه وجود داشته، اما در هرچه جلوتر میریم توی سالها و حتی ماهای اخیر میزان اعترافاتی که پخش میشه از تلویزیون بسیار بسیار بیشتره. الان در این دوره نه تنها صدا و سیمای ملی هستش که داره مدام پخش میکنه، بلکه صدا و سیمای مراکز هم هر روز دارن اعترافات جداگانه پخش میکنن از زندانیان. و من فکر میکنم که و اینو نباید یادمون بره که به این در واقع در این شکل سازمان یافته و در شکل گسترده هیچ کشوری در کل دنیا نیستش که از کسانی که هنوز در زندان هستن، هنوز اصلا به پرونده هاشون رسیدگی نشده، هنوز در هیچ دادگاهی متهم و محکوم نشدن، بذارتشون جلوی دوربین و اقرار و اعتراف بگیره. این حتی برخلاف خود قوانین جمهوری اسلامی، برخلاف آیین دادرسی کیفری ایران هستش و همینطور برخلاف تمامی قوانین بین المللی هستش که اساساً وقتی که در زندان هستیم مسئله رضایت و در مقابل دوربین اومدن کاملا منتفیه، یعنی اینجا رضایت وجود نداره و به همین دلیل بود که مسئولان شبکه پرس تیوی در چند سال پیش در دادگاه اروپایی حقوق بشر محکوم شدن، چون این اعترافات رو پخش کرده بودن. من فکر می‌کنم که یه دلیل بسیار بزرگ اینه که مقامات جمهوری اسلامی لازم دارن یک داستان، یک روایت بسازن از اینکه این اعتراضات ربطی به گرانی بنزین، بی‌کفایتی اونها و فساد گسترده و نقض و نبود آزادی نداشته، بلکه این اعتراضات برنامه اغتشاشاتی بوده که از خارج برنامه‌ریزی شده و این افرادی که اومدن به خیابون در واقع عروسک‌های یک خیمه شب‌بازی بزرگتر در خارج از ایران بودن و ما هم برای اینکه امنیت ملی رو حفظ کنیم در مقابل تروریست‌ها، در مقابل اغتشاشگران این کار کنیم. این باید جا بیفته و برای اینکه این روایت جا بیفته باید بارها از زبان مختلف با پرسوناژهای مختلف تکرار بشه و من فکر می‌کنم دلیل اینکه اینقدر گسترده است برای اینکه روایت برای میلیون ها ایرانی غیر قابل باوره و من فکر میکنم که باید اجازه ندیم که این روایت تو ذهن ما جا بیفته و باورش کنیم. این حقیقت نیست. حقیقت اون چیزیه که این زندانی‌ها وقتی میان بیرون و وقتی در زیر شکنجه نیستن به ما میگن که تا چه حد رنج کشیدن برای اینکه بیان علیه خودشون یا دوستانشون دروغ و اعتراف اجباری بکنن. شادی صدر، آقای دهیمی و آقای کرمانشاهی، ممنونم از حضورتون در این برنامه و ممنونم از شما که با صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت BBC و همینطور سایت یوتیوب مجددا تماشا بکنید. اگر علاقه‌مند هستید که برنامه رو به شکل صوتی بشنوید، میتونید روی تلگرام BBC و همینطور در اپلیکیشن پادکست جستجو بکنید و برنامه ما رو پیدا بکنید. شب روزتون خوش.